درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. دومین سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی با اعتصاب در برخی شهرهای استان کردستان همراه بود. پزشکیان میگوید از آغاز ریاست جمهوری او ایران به روسیه موشک نداده است. پلیس فدرال آمریکا اعلام کرد که تیراندازی در نزدیکی زمین گلف دونالد ترامپ در ایالت فلوریدای آمریکا به نظر می‌رسد که سوء قصد به جان نامزد جمهوری‌خواه ریاست جمهوری باشد. بریتانیا تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کرد. استرالیا 5 مقام ایرانی دخیل در سرکوب معترضان را تحریم کرد. مقامات فلسطینی اعلام کردند که دو حمله هوایی اسرائیل در سحرگاه دوشنبه در نوار غزه به کشته شدن 16 تن انجامیده است. و 76مین دوره جوایز تلویزیونی ایمی روز یکشنبه در لس آنجلس برگزار شد. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز دوشنبه 16 سپتامبر 2024 میلادی برابر است با 26 شهریور ماه سال 1403 خورشیدی. دومین سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی همچون سال گذشته با جلوگیری از تلاش خانواده او برای برگزاری مراسم یادبود و همچنین اعتصاب در برخی شهرهای استان کردستان همراه بود. امجد امینی پدر مهسا روز یکشنبه 25 شهریور ماه از اعتصاب عمومی و همدردی گسترده اصناف، کسب مغازه‌داران و همه مردم مناطق کردنشین و ایرانیان در نقاط مختلف جهان قدردانی کرد. امینی در یادداشت خود در اینستاگرام همچنین تاکید کرد که این همدردی ها هشدار و پیام اعتراضی روشنی است به مسئولان امر که هرگز نباید فرزندان این مملکت را بی‌محابا مشابه آنچه بر سر ژینا و ژیناها آمد مورد ظلم و ستم قرار داد. به دنبال فراخوان‌های مختلف شماری از شهرهای استان کردستان در روز یکشنبه شاهد اعتصاب کسبه و بازاریان بود. اعتصاب‌ها از جمله در شهرهای استقز، مهاباد، بوکان، دیواندره، زنندج، مریوان، اشنویه، کرمانشاه و پیرانشهر برگزار شد و در برخی از آنها با تهدیدهای نهادهای امنیتی یا چند مورد شکستن قفل مغازه‌ها همراه بود. مژگان افتخاری مادر مهسا امینی در پیامی تاکید کرد که سیاه‌رویانی که چشم دیدن زیبایی دختر میهنشان را نداشتند بر پیشانی جهان رسوای ابدی تاریخ می‌شوند. دفتر امور زنان سازمان ملل هم با اشاره به تشدید خشونت علیه زنان ایران در دو سال گذشته در پیامی نوشت: ما در کنار زنان ایران ایستاده ایم تا خواسته های به حق آنها برای برابری و استفاده از حقوق خود از جمله حق انتخاب پوشش محقق شود. نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح و زندانی سیاسی در ایران هم در پیام خود بار دیگر خواستار جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی از سوی نهادهای بین‌المللی شد و نوشت: رهایی زنان از چنبره ستم و تبعیض قدرت بخشی به نیروی پیشبرنده صلح و دموکراسی است. امیر حسین مرادی و علی یونسی، دو دانشجوی نخبه و زندانی سیاسی، هم در پیامی تاکید کردند نسلی که در قیام مهسا تمام عیار جنگید، دستگیر شد و شهید شد، اما تسلیم نشد و نمی شود. در همین حال آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، ضمن تاکید بر ادامه حمایت دولت آمریکا از معترضان در داخل ایران گفت: مهسا امینی تنها به دلیل نداشتن حجاب مورد نظر حکومت بازداشت و سپس کشته شد. پیلی در پیامی ویدیویی تصریح کرد که رژیم ایران به اعتراضات زن زندگی آزادی بی‌رحمانه پاسخ داد که از جمله شامل بازداشت‌های گسترده، خشونت جنسی، اعترافات اجباری، شکنجه و اعدام در پی محاکمه‌های ساختگی بود. همچنین شاهزاده رضا پهلوی روز یکشنبه با تاکید بر اینکه صدای مهسا امینی همچنان زنده است
در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت راه همه قهرمانان جاویدنام وطن که جان خود را برای آزادی و سربلندی ایران فدا کردند ادامه دارد. نام پر افتخارشان را با صدای رسا فریاد بزنید. داستان شجاعتشان را به اشتراک بگذارید. یاور خانواده های دلیرشان باشید و دوشا دوش هم در برابر رژیم جمهوری اسلامی بایستید. ما با هم قوی تریم. روز یکشنبه همچنین تجمعات و راهپیمایی هایی در شهرهای مختلف جهان از جمله پاریس، لندن، لس آنجلس، تورنتو، نیویورک، هامبورگ، واشنگتن و استکهلم برگزار شد. دادگاه انقلاب تهران حکم 8 معترض بازداشت شده خیزش مهسا و 3 تن دیگر را صادر کرد. نسیم غلامی سمیاری به حبس، شلاق و تبعید، حمیدرضا سهل‌آبادی به حبس و تبعید، امین سخنور، احسان رازجیان و علی حراتی مقداری به حبس و حسین محمد حسینی و امیر شاه ولایتی به جزای نقدی محکوم شدند. این احکام روز 25 شهریور ماه و همزمان با دومین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و خیزش زن زندگی آزادی از سوی ایمان افشاری رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران صادر شدند. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی در نخستین کنفرانس خبری خود تاکید کرد که ایران برنامه موشکی خود را کنار نمی‌گذارد، اما در این حال گفت که از زمان آغاز به کار او موشک‌های ایرانی برای روسیه ارسال نشده است. او در این زمینه اعلام کرد که ممکن است قبلاً بین دو کشور موشک رد و بدل شده باشد، چون منعی هم نداشته، اما از وقتی که ما آمدیم چیزی به روسیه ندادیم، به هیچ عنوان در این مدت موشکی به روسیه ندادیم. پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود گفت ایران برنامه ی ساخت موشک را کنار نمی‌گذارد، چون به گفته او اگر موشک نداشته باشیم مانند غزه هر وقت دلشان بخواهد بمب روی سر ما می‌ریزند. و همچنین اسرائیل را متهم کرد که با ترور اسماعیل هانیه در تهران می‌خواهد که ایران را به جنگ منطقه‌ای بکشاند و افزود ما تا حالا خیشتنداری کردیم، ولی حق دفاع را برای خود در زمان و مکان مشخص با روش‌های مشخص محفوظ می‌دانیم. رئیس جمهوری اسلامی همچنین در پاسخ به سوال دیگری ارسال موشک‌های هایپرسونیک توسط جمهوری اسلامی برای حوثی‌های یمن را تکذیب کرد. پزشکیان گفت ما از آن نوع موشک اصلا در ایران نداریم. حوثی‌های یمن تکنولوژی تولید موشک هایپرسونیک را دارند و خودشان تولید می‌کنند. مسعود پزشکیان در این کنفرانس درباره ارتباط با آمریکا هم گفت که اگر این کشور حق و حقوق ما را رعایت کند دعوا نداریم. ما می‌خواهیم که در مملکت خود در امنیت رشد کنیم. رئیس جمهوری اسلامی در پاسخ به سوال دیگری درباره مذاکره با آمریکا اعلام کرد با هر کسی می‌خواهیم صحبت کنیم میگویند آمریکا اجازه نداده است. در چنین وضعیتی برویم و چه بگوییم؟ اول نشان بدهند که با ما دشمنی ندارند. ما که با آنان دشمنی نداریم. ما که نرفتیم دور آمریکا پایگاه بسازیم و آنها را تحریم کنیم. آنها این کار را کردند. آنها پایگاه زدند و ما را تهدید می‌کنند. این کارها را نکنند. اصلا با آمریکایی‌ها هم برادر هستیم. و همچنین در ابتدای نشست با خبرنگاران خواستار رفع مشکلات پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی FATF شد و گفت که در این زمینه به مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه خواهد نوشت. پزشکیان در پاسخ به سوال دیگری درباره دستور خود برای بازگشت دانشجویان اخراج شده گفت صدا و سیما یک جلسه گذاشته و گفته که عده‌ای از آنها توطئه‌گر هستند. مفهوم این قضیه آن نیست که توطئه‌گر برگردد. او را به قوه قضاییه بسپاریم که محاکمه کنند. اما اگر کسی حرفی گفته و نظری داشته به دلیل نظر و حرفش چرا ردش میکنید؟ جوابش را بدهید. در رابطه با گشت های ارشاد یک بار هم خبرنگار ایرانی شبکه تلویزیون ZDF آلمان درباره جمع‌آوری گشت‌های ارشاد پرسید که تا کنون چه اقداماتی در این زمینه انجام داده است. مسعود پزشکیان به شکلی مبهم اشاره کرد که ما تلاش می‌کنیم. در وزارت کشور هم آیین‌نامه‌هایی در حال تدوین است، اما از یک طرف به ما فشار می‌آورند و از طرفی هم ما نباید اجازه بدهیم که این اتفاقات بیفتد. زنان ایرانی در شبکه‌های اجتماعی کارزاری را با هشتگ من یک نفرم یکی از بیشمار زنان شهر به راه انداختند و تصاویر خود را بدون حجاب اجباری با این هشتگ
منتشر می کنند. به راه افتادن این کارزار همزمان با دومین سالگرد جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد صورت گرفته است. بسیاری از زنان و دخترانی که در این کارزار شرکت کردند از هشتگ مهسا امینی هم استفاده کردند. ایران کنانشمند در این دسته توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می‌کنم. در گزارشی که از سوی مقامات امنیتی ایالات متحده ارائه شده، جزئیات مربوط به حادثه تلاش برای سوء قصد به دونالد ترامپ در باشگاه گلف او در وست پام بیچ فلوریدا مشخص شده است. این حادثه زمانی رخ داد که ترامپ در حال بازی گلف بود و ماموران سرویس مخفی ایالات متحده به مردی که یک تفنگ سبک IK را با دوربین به سمت ترامپ نشانه رفته بود شلیک کردند. ماموران سرویس مخفی ایالات متحده رایان وسلی روت را به عنوان تیرانداز شناسایی کرده و اعلام کردند که او بعد از فرار در یک خودروی SUV در یک شهر دیگر دستگیر شده است. آنها در حال بررسی انگیزه او هستند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، سوابق نشان می‌دهد که رایان وستری رود، مرد 58 ساله‌ای که به عنوان مظنون این اقدام دستگیر شده، بیشتر عمر خود را در کارولینای شمالی سپری کرده و در سال 2018 به هاوایی نقل مکان کرده است. رود به طور مرتب در شبکه‌های اجتماعی درباره جنگ اوکراین مطلب منتشر می‌کرد و تلاش می‌کرد که با جمع‌آوری کمک‌های مالی و داوطلبان افرادی را برای جنگ با روسیه به کیف بفرستد. دونالد ترامپ بعد از این حادثه در ایمیلی به حامیان خود اعلام کرد که در امنیت و سلامت است. این دومین سوء قصد به جان دونالد ترامپ در طول رقابت‌های انتخاباتی سال 2024 است. لندن تحریم‌های جدیدی را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرد که شامل کالا و فناوری‌هایی که از لحاظ استراتژیک برای بریتانیا اهمیت دارند می‌شود. این تحریم‌ها شامل تجهیزات مخصوص ناوبری ماهواره‌ای، حسگرهای اندازه‌گیری دمای هوا، سامانه‌های مدیریت سوخت موتور و دستگاه‌های برنامه‌نویسی نرم‌افزار در وسایل نقلیه هوایی و تعدادی دیگر از اقلام در تکنولوژی‌های صنایع هوایی می‌شود. بر اساس اطلاعیه دولت بریتانیا، هر گونه تأمین، صادرات و یا خدمات مرتبط با این اقلام ممنوع است. این تحریم‌ها بعد از سخنان وزرای خارجه بریتانیا و آمریکا در نشست خبری مشترک خود در لندن صورت می‌گیرد که وعده تحریم‌های بیشتر علیه دولت ایران به دلیل ارسال موشک‌های قاره‌پیما به روسیه و علیه اوکراین را داده بودند. بریتانیا در کنار چند کشور اروپایی دیگر هفته گذشته شرکت هواپیمایی دولتی ایران، ایران ایر را تحریم کرد. در دومین سالگرد جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، دولت استرالیا علیه 5 تن از مقامات ارشد امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران تحریم‌های مالی و ممنوعیت مسافرتی وضع کرد.
پنی بانگ وزیر خارجه استرالیا روز دوشنبه اعلام کرد که افراد تحریم شده از جمله آن دسته از مقامات جمهوری اسلامی هستند که در سرکوب خشونت آمیز اعتراضات در ایران شرکت داشتند. مقامات فلسطینی اعلام کردند که دو حمله هوایی اسرائیل در سحرگاه دوشنبه 26 شهریور ماه در نوار غزه به کشته شدن 16 تن از جمله 5 زن و 4 کودک انجامید. در اثر یکی از این دو حمله هوایی خانه‌ای در اردوگاه النصیرات در مرکز نوار غزه با خاک یکسان شد و دست کم 10 تن از جمله 4 زن و 2 کودک کشته شدند. بیمارستان العوده که اجساد را دریافت کرده ضمن تایید این آمار از زخمی شدن 13 تن دیگر خبر داد. مدارک این بیمارستان نشان می‌دهد که کشته شدگان یک مادر، فرزند او و 5 تن از بستگانش را شامل می‌شود. دفاع غیر نظامی که توسط دولت حماس اداره می‌شود از حمله هوایی دیگر به خانه‌ای در شهر غزه خبر داد که به کشته شدن 6 تن از جمله 1 زن و 2 کودک انجامید. بقایای بیش از 430 قربانی از زمان یورش پلیس به فرقه کلیسای بین‌المللی گود نیوز در جنگلی در منطقه مالندی کنیا پنیاش پیدا شده و این تعداد رو به افزایش است. پول مکنزی رهبر افراطی این فرقه مسیحی انجیلی به پیروان خود دستور داده بود تا برای ملاقات با عیسی مسیح تا حد مرگ روزه بگیرند. 17 ماه بعد از یکی از مرگبارترین قتل‌عام‌های مربوط به فرقه‌های مذهبی تا کنون، بسیاری از اهالی منطقه مالندی در کنیا همچنان در شوک به سر می‌برند و ابعاد این قتل‌عام را با وجود هشدارهای زیادی که درباره رهبر فرقه داده شده بود باور نمی‌کنند. مکنزی به اتهام قتل 191 کودک چندین فقره قتل عمد و سایر جنایات در بازداشت به سر می‌برد ولی خود را بی‌گناه می‌داند. او در صورتی که مجرم شناخته شود احتمالاً به حبس ابد محکوم خواهد شد. اهالی مالندی در این باره از تسلط روحی کشیش‌های انجیلی بر پیروان خود می‌گویند، تسلطی که می‌تواند تا پذیرفتن قانون شکنی و باور کردن دروغ‌ها و فریبکاری‌های مبنی بر شفا دادن و انجام معجزه پیش برود. برندگان عشمان، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. دفاتر هیدری لا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا. از زمان تصادف و صدمات بدنی، از ابتدا تا پایان پرونده، حتی تا ترایل و دادگاه با شماست. هیدری لا با بهره‌گیری از تیم گسترده حقوقی و با همکاری بیش از 10 وکیل برتر در کالیفرنیا و نوادا. در هیدری لا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر سپرده نمی شود. 818-818-0707 hidarilagroup.com. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه درکه دربند چلو کباب سفارش میدادیم؟ غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. خبرها را دنبال میکنیم. با طغیان شماره بیشتری از رودخانه ها در اروپای مرکزی، شماره تلفات ناشی از بدترین سیل در این مناطق تا یه دست کم دهه گذشته افزایش یافت.
مقامات برخی کشورها از همکنون شروع به برآورده خسارت‌ها کرده و برخی دیگر مهیای مقابله با طغیان‌های تازه و افزایش سطح آب رودخانه‌ها شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مناطق مرزی بین جمهوری چک و لهستان در این میان به دلیل بارش‌های شدید هفته گذشته و افزایش سطح آب متحمل خسارات زیادی شدند، به نحوی که تعدادی از پل‌ها در این منطقه تخریب و شمار زیادی از ساکنان در پی به جا ماندن ردی از ویرانی تخلیه شدند. بنا به همین گزارش تا کنون دست کم 15 تن در سیلاب‌ها از اتریش تا رومانی جان باختند. دولت لهستان هم پیشتر اعلام کرده بود که روز دوشنبه برای بررسی وضعیت فاجعه آمیز جاری تشکیل جلسه می‌دهد. 76مین دوره جوایز تلویزیونی ایمی روز یکشنبه در لس آنجلس برگزار شد و سریال تاریخی ژاپنی شوگون موفق شد در کنار سریال‌های خرس و بچه گوزن جوایز اصلی را از آن خود کند. مجموعه تلویزیونی شوگون که روایتگر داستانی از قدرت طلبی در ژاپن عصر فئودال هاست، برخورد دو مرد جاه طلب از جهانهای متفاوت و زن مرموز یک سامورایی را دنبال می کند و بر اساس رمانی به همین نام نوشته جیم کلیبل ساخته شده است. شوگون برای کسب جایزه بهترین درام تلویزیونی با سریال های شاخص دیگری همچون تاج از نتفلیکس و سریال برنامه صبحگاهی از محصولات اپل تیوی رقابت می کرد و در نهایت علاوه بر این جایزه در بخش های بهترین بازیگر نقش اصلی مرد و زن هم برنده شد. در کنار شوگون، سریال خرس هم جوایز متعددی را به خود اختصاص داد. این سریال که داستان آن در یک رستوران در شهر شیکاگو می گذرد و تلاش هایی برای تبدیل آن به یک رستوران درجه یک را به تصویر می کشد، با کسب 23 نامزدی رکورد جدیدی در دستبندی کمدی ها ثبت کرده بود و در نهایت 11 جایزه را کسب کرد. بینندگان عزیز، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای سپهر. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.